مصاحبه جنجالی ترانه علیدوستی و احتمال مهاجرتش. با ما تو این ویدیو همراه باشید، راجع به این موضوعات صحبت میکنیم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. خب همونطور که میدونید ترانه علیدوستی مدت ها هستش که داخل کشور نیست و در حال حاضرم توی جشنواره کن فرانسه به همراه بازیگران دیگه فیلم بردن لیلا مشغول جشنواره فیلم کن هستش که دیشب اختتامیش هم برگزار شد و فیلم برادران لیلا سعید روستایی جایزه ویژه منتقدان رو تونست دریافت. اما در حاشیه همین جشنواره فیلم کن یه مصاحبه ای رو ترانه علیدوستی با شبکه بی بی سی انجام داد و از وضعیت بد ایران گفت و بازم صحبت‌های تندی رو علیه مسئولین کشور انجام داد، صحبت‌هایی که شاید اگه برگرده ایران براش مشکل ساز بشه و گفتش که توی این چند سال اخیر برای هر پست و استوری و هر صحبتی که کردم منو دادگاهی کردن و کشوندن جاهای مختلف و یه جورایی انگار خسته شده دیگه از این وضعیت و میخواد یه زندگی آروم رو برای خودش بسازه. بریم با هم قسمت‌های کوتاهی از صحبت‌های ترانه علیدوستی رو بشنویم، دوباره برگردید که کارتون دارم. من یه چیزی رو دلم میخواد بگم و اون اینه که این وضعیت ناخوشایندی که به وجود اومده به عنوان فضای نقد توی شبکه اجتماعی، بله یه ذره خشن ماهیتش از نظر من هم، ولی مقصر این خشونت این مردم نیستن، حتی کسایی که توش دخیلن به هیچ وجه مقصر اونا نیستن. ما تو وضعیتی زندگی میکنیم که غیاب رسانه داریم به شکل واقعی، خب سرکوب رسانه ها رو داریم، غیاب فضای نقد واقعی داریم، هر کدوممون که هر چیزی میگیم باید جوابگو باشیم، با همون تماس گرفته میشه، با همون جلسه گذاشته میشه، ما هر بار نمیایم اینا رو بگیم یا تعریف کنیم، هممون هم کم و بیش اصلا یه نفر و دو نفر نیست. و در غیاب یه همچین وضعیتی مردم حق دارن، من فکر میکنم که تنها جاهایی که یه سوپاپی هستش که خودشونو خالی بکنن و خشمی که دارن از این وضعیتی که براشون به وجود اومده. خب دوستان، نظرتون راجع به صحبت‌های ترانه علیدوستی چیه؟ به نظرتون واقعا تصمیمش برای مهاجرت از کشور جدی هستش؟ آیا ترانه علیدوستی هم مثل مهناز افشار و گلشیفته فرانی و خیلی افراد دیگه تصمیم داره که برای همیشه ایران رو ترک کنه؟ حتما نظرتون رو برای ما توی بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم تماشا بکنید.